یورش وحشیانه و تیراندازی هوایی ماموران سرکوبگر برای جلوگیری از تحسن دراویش در تهران، حضور گسترده خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراضات دراویش معترض در تهران، افزایش شمار دراویش اعتصابی در خارج از زندان به 3000 تن، ادامه اعتصاب قضای 10 تن از دراویش زندانی در اوین، گوهردشت، بندرعباس و شیراز، تحسن جمعی از دراویش ساکن اروپا و آمریکا در مقابل سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف، درگیری مردم با ماموران سرکوبگر رژیم در مریوان کردستان. از صبح شنبه ماموران یگان ویژه و لباس شخصی های خامنه‌ای در خیابان اطراف دادستانی تهران به دراویشی که قصد تحسن داشتند یورش بردند. در مقابل حسینیه دراویش گنابادی واقع در خیابان بهشت، ماموران سرکوبگر تیراندازی هوایی کردند تا جمعیت را متفرق کنند. جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز به جمع دراویش معترض پیوسته بودند. گزارش سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش حاکی است، یک ون نیروی انتظامی همراه با 10 موتور سوار اسکورت به دراویش حمله ور شدند. آنها با باتون به ضرب و شتم دراویش معترضی که حاضر به سوار شدن در ماشین‌های یگان ویژه نبودند پرداختند. گزارش دیگری حاکی است، یگان ویژه و لباس شخصی‌های خامنه‌ای ورودی‌های مناطق 11 و 12 تهران را به شدت کنترل می‌کردند. تعداد زیادی از نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی در خیابان‌های 15 خرداد، خمینی و مسیرهای منتهی به پارک شهر تهران مستقر شده و فضای امنیتی شدیدی در این مناطق حاکم کرده بودند. استقرار اتومبیل‌های ون و اتوبوس‌های مخصوص یگان ویژه در اطراف حسینیه امیر سلیمانی تهران کاملاً محسوس بود و این نیروها هر گونه رفت و آمدی را کنترل می‌کردند. بنا به گزارشات رسیده، تعدادی از دراویش گنابادی در مسیرهای منتهی به شهر تهران دستگیر شدند. تعدادی از اتومبیل‌های دراویش در نزدیکی تهران متوقف و تعدادی از دراویشی که قصد رساندن خود به تهران داشته‌اند بازداشت شدند. بر اساس این گزارشات، یک درویش گنابادی به نام بصیری از دراویش شهر اندیمش در نزدیکی پارک شهر تهران دستگیر شد. تعداد دراویش گنابادی که در بیرون زندان اعتصاب قضا کردند به 3000 نفر رسیده و مستمر به تعداد آنها افزوده می شود. آنها در حمایت از 10 درویش زندانی در زندانهای اوین، گوهردشت، بندرعباس و زندان نظام شیراز که در اعتصاب قضا به سر می برند اعتصاب کردند. به گزارش سایت مجذوبان نور، تعدادی از دراویش سایر سلسله های تصوف نیز به این اعتصاب قضا پیوستند. جمعی از دراویش ساکن اروپا و آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند در حمایت از اعتصاب قضای برادران زندانی خود در همبستگی با دراویش داخل کشور دست به تحسن اعتراضی مقابل سفارتخانه‌های رژیم آخوندی خواهند زد و تا زمان تحقق خواسته‌هایشان این تحسن ادامه دارد. اهالی روستای گواز از توابع مریوان کردستان با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که به بهانه جمع‌آوری ماهواره به این روستا حمله کرده بودند درگیر شدند و 3 تن از ماموران را به شدت مجروح و مجبور به عقب نشینی از روستا کردند. روز پنجشنبه 15 اسفند، مردمی که برای تحویلگیری سبد کالا به فروشگاه رفاه شهر کرد مراجعه کرده بودند با گردانندگان فروشگاه درگیر شده و شیشه های فروشگاه را شکستند. مردم شهرک مروارید که در اطراف خراسان اصفهان واقع است، روز سه‌شنبه 13 اسفند بار دیگر دست به تجمع زدند و به خودداری رژیم آخوندی از تأمین حداقل‌های خدماتی در این شهرک اعتراض کردند. ساکنان منطقه 6 اسفند نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. ماموران اطلاعات آخوندی گروهی از جوانان طرفدار محیط زیست در تهران را روز پنجشنبه 15 اسفند بازداشت کردند. آنها در نزدیکی ایستگاه مترو پارک چیتگر طی فراخوانی برای گرامی داشت روز درختکاری گرد هم آمده بودند
که دستگیر و با دو ماشین ون به وزارت اطلاعات آخوندی منتقل شدند.